بسم الله الرحمن الرحيم بینندگان عزیز و دوست السلام علیکم و رحمت الله و برکاته امیدوارم زندگی خوب و مملو از خوبی ها داشته باشین باز هم شما را به درسی از قرآن کریم راه کارهای زندگی موفق در جزء دوازده همی از قرآن کریم خوش آمدید و خیر عم. مقدم عرض می امیدوارم قرآن کریمی که به خاطر هدایت انسان ها فرید استادش شده است در زندگی ما هم تأثیر گذاشته ما را به عنوان انسان قرآنی و رجل قرآنی در جامعه تبدیل کند زیرا ملت هایی که از کتابشان ایبا میورزند و ملت ها میشکنند به قول عمر رضی الله تعالی عنه الله جل جلاله توسط قرآن ملت های را رفعت میبخشد و گاهی ملت های را بر شکست و بر رکود مواجه امیدوار است ما از ملت های رکود نباشیم بلکه از ملت های عروج باشیم باز هم می رویم به سوی راهکارهای زندگی موفق در جزی دوازده همی از قرآن کریم بین با هم ببینیم که الله جل جلاله در این جز دو دوازده هم بری ما چی راهکارهای را داده است الله جل جلاله در سوری حود آیه شش می روزی همه موجودات بر عهده خداوند است نحیرس بورزید و نبی ترسید یک درس بزرگیاست برای ما مسلمان باید در تمام ابعاد زندگیاش بداند که رزقدهنده و روزی دهنده الله است هیچ کسی دیگری نیست فقط الله است که انسان را روزی میدهد و روزی انسان به دست الله جله مجدهو است و انسان باید همه چیز را از الله بخواهد زیرا الله ان الله هو الرزاق ذولقوت المتین هست بنا انسان وقتی ترسید نمیتواند رشد کند الله هم در این آیه از سورهحود به ما درس میدهد که شما در این بیمی نداشته باشید اگر, حکمت کاری اگر حکمتی کاری را نفهمیدید آن را مسخره نکنید الله در سوره حود آیه ۳۸ میفرماید شما حکمتی کاری را نمیدانید مفاهیم کاری را نمیفهمید و سخنی را تحلیل کرده نمیتوانید آن را به مسخره نگیرید با تاسف در جامعه امروزی ما این بندی از قرآن به کلی نیست ما میبینیم بینیم اگر علما و دانشمندان ما سخنی را ارائه میکنند تعدادی کسانی هستند که مفاهیم و حقایق آن را نمیدانند و بعد میان این دانشمندان و مفکرین و اندیشمندان را به با باد تمسخر می گاهی میبینیم انسان های نسگرا و ظاهر نگری مفاهیم حقیقی را از نصوص دینی نمیدانند ونوصوس را تعویل فاسد میکنند و همچنان طرف دیگر چپگرایان و کسهایی که اندیشهی چپگرایی و سیکولاریستی دارند مفاهیم قرآنین را به باد تمسخر وه باد توهین و, و استهضا میگیرند اینها در حقیقت نمیدانند حکمت کجاست نمیفهمند که حکمت در کجای این سخنها ناب و ارزشمند نهفته هست به همین خاطر الله هم هم بری کسانی که تصوری درست ندارند نصیحت میکند و این سخن خیر را پیشکش میکند شما چیزی را نمیدانید مسخره نکنید هدفی را نمیفهمید آنرا توهین نکنید اگر سخنی دانشمندو مفکرو عالمی را ندانستید تحویل باطلو فاسد نکنید به این حقایق آنرا همهجانبه بررسی کرده و بعد حکم کنید الله جل جلاله در سوره حود آه چچار میفرماید شعار مرگ بر ستمگر یک شعار قرآنی هست مسلمان باید در تمام تاریخ بداند که ستمگران تاریخشان کوتاه است به همین خاطر هست که قرآن کریم در آیات متعددی تاریخ استبداد را ناکام خوانده و همچنان مبارزه را علیه استبداد و ظلم و بربریت لازم دانست است می که اودین للدین یقاتلون بینهم ظلمو و, و ان الله علی نصرهم لقدیر بینن مرگ بر ستمگر این شعار است که ما مسلمانان باید در زندگیمان داشته باشیم خدای ناخواسته اگر این مرگ بر ستمگر را هم گفته نمی توانیم نشود که در کنار ستمگر و ظالم باشیم انسان اگر کار خیر را کردن نتوانیست اگر دلالت بر کار خیر هم کردن نتوانیست کوشش کند که در کنار کسانی که بر علیه این کار خیر سنگر می گیرند نباشد ما امروز اگر دانشمندی را میبینیم عالمی را میبینیم کاری میکند ما اگر دستشان را گرفته کمک کرده نمیتوانیم مانی کاری خیرشان نشیم در جامع ما حیوزی که بتوانیم کسی را کمک کنیم در عوض آن مانی کاری خیر میشویم این از صفت یک مسلمان نیست و همچنان الله در سوره هود آیه 72 میفرماید اگر خدا بخواهد کار غیر ممکن ممکن میشود امروز تعداد از جوانان ما در دنیای معاصر این بنده را هم ندیدن زیرا که قرآن را نمی دانند نه از دیدگاه معانی قرآن را میدانند نه از دیدگاه الفاظ این قرآن در زندگی جوان معاصر ما 90 درصد ترک کرده شده است جوان معاصر ما امروز از قرآن بدور مانده رفتن پشتکارهای دیگری نتوانی ندانستند که سعادتشان در این کتاب هست اگر اینها می که سعادت این جوانان در قرآن کریم هست و اینا میتوانند توسط قرآن روشت کنند شاید دنبال کارهایی که دیر به مفقیت میرسند ترک میکردند اول این درس را یاد میگرفتند من پیشنهاد میکنم بیاین با قرآن باشیم این قرآن زندگی بشری را میسازد و همچنان الله جل جلاله در سوره هود آیه 75 میفرماید سه صفت بردباری، نرمدلی و استغفار را داشته باشید. مسلمان باید این سه تا صفت را داشته باشد. اگر این سهتا تا صفت در وجود یک مسلمان بود، این مسلمان به موفقیت میرسد، می, می تواند سعادت داشته باشد. اگر نبود این انسان مسلمان رشد نمی کند. بناً سه صفت بردباری و نرمدلی و استغفار این صفت مردان خداست، صفت رجال الله است. حقوق مردم را کم ندهید و حق را بپردازید. الله در سوره حود آیه ۵ اشاره میکند که شما از جمله تطفیفکنندگان نباشید بلکه از جمله کسانی باشید که آنها حقوق مردم را کم نمیدهند بلکه پره تسلیم میکنند الله جله جلله در سوره حود آیه ۵ ه شش میفرماید رزق اندک ولی حلال و پاک بهتر از درآمدهای بسیار امو حرام هست مسلمان باید بداند که رزق حرام سبب رشد انسان نمی شود با تأسف در بعضی از جاها می بینیم که در بعضی از نصوص وجود دارد یا اینکه در بعضی از کتاب های وجود دارد میگن حرام هم رزق است الا بحث فلسفی اونجا که حرام رزق هست یا نه است نیست این یک بحث فلسفی و یک بحث پیچیده است که برمیگردد به علوم فلسفی اما در اینکه آیا می تواند این حرام سبب رشد انسانی شود هرگز حلال هست که انسان را به سعادت و رشد میرساند در مشکلات صبور باشید که پاداش نیکوکاران را در پی دارد انسان در مقابل تمام چالش ها با صبر کند که ان الله مع الصابرین الله در سوره یهود آیه 115 درس را میدهد. از کودکی به فرزندانتان رازداری را بیاموزید سوره یوسف آیه 5 ما باید فرزندانمان را اهل راز بسازیم این درسی از قرآن را برشان تقدیم کنیم که فرزندانم رازداری یک اصولی اصلی و اساسی و یکی از اخلاقی ورزیده یک مسلمان هست باید هر مسلمانی رازدار باشد تجسس کننده جستوجوگری راز دیگران و عیب دیگران نباشد از جمله متجسسین نباشد امروز میبینیم با اصف در این میدان هم ناکام هستیم حسادت انسان را تا برادرکشی سوق میدهد سوره یوسف آیه نو این حسادت است که انسان را از بین میبرد مالی که انسان به دست آید آسان مالی که آسان به دست آید آسان از دست می رود سوره یوسف آیه 20 انسان اگر سخت کوش بود انسان تلاشگر بود به سعادت می رسد. اما چیزی که ارزان خریده شود ارزان فروخته می شود این یک مثلی است که در دنیای معاصر ماست هیچگاه کسی را سرزنش نکنید که خود دچار آن عمل می شود سوره یوسف ما این را میدانیم، ما پیش از این که کار را کنیم باید بسنجیم و بیندیشیم و فکر کنیم و بدانیم که آیا این کاری که دیگران کردن سرزنشان کردیم خودمان در آینده ها نمی کنیم انسان وقتی ما موفقیت میرسد که قرآن در زندگیش باشد ما باید با قرآن باشیم راهکارهای زندگی موفق در جز جدو از از قرآن کریم بود امیدوار هستم که بتوان این راهکارها زندگی خوبی برای ما باشد و زندگی من را تغییر دهد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته